خب من همون جوری که تو اون ویدیو قبلی هم که شما هم دیدید خدمتتون ارائه دادم و توی سایت خودم هم گذاشتم به صورت مقدماتی توضیح راجع به دیابت و بهبودیش با اعمال جراحی دادم. الانم که دارم با شما این مصاحبه رو انجام میدم دارم ضبطش میکنم که همچنان همین کار رو بکنیم و ارائه بدیم که بتونه مؤثر باشه برای افراد. ببینید اوایلش که ما شروع کردیم برای اعمال جراحی چاقی بود و تزمون هم این بود که خب افراد چاق دچار دیابت میشن، بنابراین اگه ما افراد چاق رو بیایم عمل بکنیم یا رژیم بدیم یا هر کاری بکنیم، اولش هم خب رژیم بود، الانش هم ما توصیه‌مون همیشه به رژیمه. برای افراد چاق میگیم خب رژیم بگیر تا به واسطه رژیم لاغر بشی. ببینید ولی ما ملاحظه کردیم که در افرادی که رژیم اثر نداره براشون و به واسطه رژیم موفق نمیشن در کاهش وزنشون، اعمال جراحی رو انجام دادیم، اعمال جراحی متفاوت و یکیش عمل بایپاس بود که الان انواع و اقسام بایپاس با اسامی مختلف و با عملکردهای مختلف هست و ما دیدیم که مردم رو که میایم افراد که دیابتی هستن و چاق هستن و عملشون میکنیم اینها دیابتشون خوب میشه، ولی برخلاف انتظارمون قبل از اینکه لاغر بشن دیابت و حتی چربی خون بهتر میشه. مخصوصا راجع به دیابت شروع شد به بررسی های مختلف و تحقیقات. این زمینه ای شد برای اینکه ما اصلا متوجه شدیم که دستگاه گوارش چقدر هورمون ازش ترشح میشه. ما قبلا فکر میکردیم دستگاه گوارش فقط تو هضم و جذب غذا دخالت داره، ولی بعدا چند تا هورمون هم از قدیم الایام میدونستیم که مهمترینش همون انسولین هست، گلوکاگون هست، گاسترین هست، کولسیستوکینین هست و اینها رو ما میدونستیم. در رابطه با دیابت انسولین رو میشناختیم و متوجه شده بودیم که انسولین در افراد دیابتی یا کمه یا اینکه خوب اثر نمیکنه، ولی با اعمال جراحی چاقی و بهبودیشون بررسی هایی که شد یه سری هورمون های دیگه پیدا شد که دستگاه گوارش از دید خیلی ها من جمله بنده اصلا میتونه جزء در واقع حتی قدرت مترشحه داخلی حساب بشه. اینقدر هورمون ازش تاثیر ترشح میشه و این هورمون ها تو متابولیسم بدن دخالت داره. اما یکیش مسئله دیابت، مسئله دیابت اونم دیابت نوع 2 نه نوع 1 که اینها در یه جای دیگه براتون توضیح میدم، به هر حال دیابت نوع 2 که تأثیر داره که بعدن افراد مبتلا میشن، نه دیابت نوع 1 که از بچگی طفولیت هم حتی مبتلا هستن. دیابت نوع 2 خب با چاقی در ارتباطه، یعنی افرادی هم که دچار دیابت میشن چاقی بدترشون میکنه، لاغر شدن بهترشون میکنه. بعدها ما متوجه شدیم که حتی در افرادی که توده بدنشون بی ام آیشون کمتر از 40 هست، کمتر از 35، هم این اعمال جراحی اثر داره. یکی از اعمال جراحی که اثر داره جا به جایی ایلوم هست، ایلال اینترپوزیشن هست که اولش هم در آمریکا شروع شد، بعد کشورهای دیگه جراحان دیگه راجبش کار کردن، هندی ها، ترکیه یا خود من تو ایران، من سالهاست دارم این عمل رو انجام میدم. اما این عمل رو ما هممون، حالا دکتر یه دکتری که حالا اسم نمیبریم در ترکیه که این کارو میکنه، اولش مدعی شده بود نفر اول بودم من در دنیا که این کارو کردم، اصلا همچی چیزی نیست، چون خودشم گفته بود من رفتم آلمان یاد گرفتم، تو سایتش اصلا نوشته من در آلمان یاد گرفتم. ولی به هر حال مهم این نیست که ما بگیم من اول بودم یا کسی دیگه ای اول بوده. اولین کسی هم که این کار رو انجام داد چون این هورمون ها رو نمیشناخت، ذکر کرد یک عامل روده‌ای وجود دارد و بعداً مشخص شد که عوامل و هورمون‌های متعددی هستند. یکی از اون هورمون‌ها هورمون GLP-1 یا GLP-1 هست که این از ایلوم ترشح میشه. غذا وقتی وارد ایلوم میشه، ولی
در افراد طبیعی اول وارد معده میشه، اثنا عشر میشه، روده باریک اولش، وسطش، آخرش ایلوم هست. این یه زمانی رو طی میکنه، یعنی من و شما و افراد غیر دیابتی هم که غذا میخوریم، غذا که رسید به اون قسمت انتهایی به صورت طبیعی هورمون جی ال پی وان میره بالا و اون متابولیسم انسولین و کارها شروع میشه. حالا ایده این بود که اگه ما این قسمت از ایلوم رو برداریم بیاریم بذاریم در ابتدای روده، یعنی غذا نره دو ساعت بعد به اونجا برسه، غذا مثلا نیم ساعت بعد برسه، خب پس بنابراین شاید جی ال پی وان بره بالا، که عملا همینجور شد. ایلال اینترپوزیشن ایجاد شد و ما قسمتی از انتهای روده رو میاریم در قسمت ابتدایی که میذاریم. این باعث میشه که هورمون جی ال پی 1 یا جی ال پی 1 بیشتر بشه. این جی ال پی 1 چه اثری داره؟ جی ال پی 1 میره روی پانکراس، لوزالمعده اثر میکنه، تعداد سلولهای ترشح کننده انسولین تزاید پیدا میکنه، تعدادش زیاد میشه، روی اون سلولها اثر میکنه، باعث میشه انسولین بیشتری ترشح بشه، ولی مهمترینش اینه که روی بافتهای بدن اثر میکنه و مقاومت محیطی به انسولین رو کم میکنه. یعنی همین انسولینی هم که داریم دیگه سلول ها مقاومت در مقابلش نمی کنن و عمل کردش بهتر میشه. حالا این قضیه همراه شد با پیدا شدن یه سری هورمون های دیگه، یعنی یک هورمون به تنهایی دخالت نداره در متابولیسم بدن. از خود معده هورمون اشتها ترشح میشه، برخلاف اون هورمون لپتین هست که از بافت چربی ترشح میشه، یکی باعث میشه ما احساس گرسنگی بکنیم، یکی احساس سیری بکنیم. غذا که میخوریم تقابل بین این هورمون ها هستش که باعث میشه از اثناعشر، ورود غذا به اثناعشر یه سری کارها میکنه، هورمون هایی رو ترشح میکنه. حالا اگر اون هورمون ها ترشح نشن، این یه مسئله خیلی پیچیده است، اصلا من فقط به ذکر دارم میکنم. خب ما اگر مثلا 20 سال پیش 15 سال پیش به ما میگفتن که مثلا آیا عمل جراحی برای بهبود دیابت وجود دارد یا نه، خب ما میگفتیم نه همچی چیزی نیست، ولی الان متوجه شدیم هست، خیلی چیزها برامون مشخص شده. اما چرا ما یک عمل جراحی رو برای یک بیمار انجام میدیم، این سری بیمار خیلی خوب جواب میدن، یه سری متوسط جواب میدن، کم و زیاد داره، یه سری جواب مناسب نمیدن؟ معلوم میشه که غیر از این هورمون هایی که شناختیم، غیر از این مدیاتور هایی که شناختیم و اینها، حتما یه سری مسائل دیگه‌ای وجود داره که هنوز برای ما ناشناخته است. دوباره تکرار میکنم، قبلا ما فکر میکردیم اصلا عمل جراحی در بهبود دیابت وجود ندارد، حالا کم کم داریم اصلا متابولیسم بدن رو سعی داریم میکنیم با اعمال جراحی تغییر بدیم که دیابت و چربی خون و فشار خون و اینها رو بتونیم درست بکنیم. ممکنه در آینده مشخص بشه که چرا یک عده جواب خوبی میدن، یه عده جواب خوبی نمیدن، اما اطلاعات فعلی ما نشون میده که خب اثر دارد و خیلی از مریض ها در مورد افرادی که چاق هستن ما میایم و همراهش میکنیم با عمل اسلیو، یعنی ورودی غذاشون رو هم به بدنشون کم میکنیم، اسلیف گاسترکتومی کاهش حجم معده میده، بنابراین کاهش حجم غذایی میده که خورده میشه، همراه میشه با ایلال اینترپوزیشن و دیابت بهبود پیدا میکنه. همینجا بگم گاهی وقتا ما اصلا وقتی تنها اسلیف انجام میدیم هم خوب میشه. علتش اینه که در اسلیو هم سرعت رسیدن غذا به ایلوم که ازش جی ال پی 1 ترشح میشه بهتر میشه، سریعتر غذا به اونجا میرسه، پس بنابراین انسولین زودتر ترشح میشه و دیابت افراد خوب میشه. در بایپاس
هم که انجام میدیم، چون هم حجم غذا کم میشه، هم این که غذا و مواد غذایی زودتر به ایل اون میرسن، در اون هم میبینیم که دیابت بهبود پیدا میکنه. این نیست که صرفا ما یک عمل ایلال اینترپوزیشن باشه، عملهای دیگه ای هست مثل سسی، سیجی و سعدی که اینها اسامی مخفف نوع عمل هست. مثلا در عمل سعدی میگن سینگل آناستوموسیس دو ادنو ایل آل بایپس. اینها از نظر شما، من فقط دارم ذکر میکنم. این یه لباسی نیست که ما برای همه بدوزیم و بگیم همه بایستی از اون استفاده بکنن. برای هر فردی با اون یکی ممکنه من جراح، دکتر نظری یا همکاران من تصمیم بگیریم عمل دیگه‌ای رو انجام بدیم بر حسب آزمایشاتی که هست، بر حسب نحوه لایف استایل و زندگیشون و تغذیهشون و چاق و لاغر بودنشون و اینها متفاوت هست. بنابراین من این توضیح کلی رو براتون دادم. حالا من این رو قطع میکنم چون دیگه میخوام با شما سوال و جواب اختصاصی خودتون رو بکنم. بنابراین امید داریم که مثل جنابالی که شما چند سال دچار دیابت هستید؟ سه سال و نیم. پس بنابراین قبلش این مشکل رو اصلا نداشتی و یک دفعه دچار دیابت شدی. الان داریم قرص مصرف میکنیم، آره؟ انسولین میزنیم. و چند کیلو هستین خودتون؟ 72 کیلو. چند سالتونه؟ 56 سالتونه. بسیار خوب، من اینو قطع میکنم و با شما ادامه میدم تا اختصاصی شما باشه.